بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توقایف صحبت تلفنی انجام دادند. ولادیمیر پوتین با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اوردن سپرید. تاجیکستان و چخیه مسائلی همکاری میان دو کشور را بررسی کردند. عبدالجبار رحمانزاده در جمهوری ازبکستان از مکتبی تاجیکی دیده نمود. در کویت مسئله برگزاری کنفرانس اوبی سازمان ملل متحد 2023 در نیویورک بررسی کردید. پیامی تبریکی رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان. پیامی شد بایشی رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده به مناسبت روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توقایف صحبت تلفنی برگزار نمودند. در آغاز صحبت پرزیدنت جمهوری قزاقستان سروری دولتمون را با جشن زادروزشان صمیمانه تبریک کرده و پیشوای معظم ملت صحتمندی کامل، نیکروزی و در فعالیتشان کامیابی‌های بزرگ به مردم تاجیکستان، صلح و امنی و شکوفایی آرزو نمودند. سران دولت‌ها روند رشدی افزاینده همکاری تاجیکستان و قزاقستان را ذکر کرده. اطرافی حالت امروزه و دورنمای مناسبات های دوستی و شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان مبادله افکار انجام دادند. بروزنامه ملاقات های قریب الوقوع سطح اولی در استانا توجه خاصه ظاهر کردید. در صحبت تلفنی پرزیدنت های تاجیکستان و قزاقستان همچنین نسبت به مسائل علاهیده روزنامه منطقوی و بین المللی مورد اهتمام طرفین ابراز نظر نمودند. پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اوردن درجه 3 داد. اطلاع داده است پورتال رسمی اطلاعاتی حقوقی. بنابر اطلاع منبع، پرزیدنت فدراسیون روسیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را برای خدمت‌هایش در نزد وطن قدردانی کرده است. فرمان داخل‌دار در پورتال رسمی اطلاعاتی حقوقی نشر شده است. برای سهم بزرگی شخصی‌اش در تحکیم مناسبات شریکی و اتفاق استراتژی بین روسیه و تاجیکستان اینچنین تأمین ثبات و امنیت منطقوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با اوردن خدمت نزد وطن درجه 3 سرفراز گردانیده شد گفته می شود در سند مذکور. یادآور می شویم که این اولین قدردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سوی پرزیدنت فدراسیون روسیه نیست. در سال 2017 پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین رهبری دولت محترم امومالی رحمان را با اوردن الکساندر نیوسکی سرفراز گردانیده بود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را برای سهم بزرگ و تلاش‌های سازنده و اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبات‌های گوناگون جنبه بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه با مکافات عالی روسیه اوردن الکساندر نیوسکی سرفراز نموده بود. معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان مظفر حسینزاده سفیر جمهوری چخیه در دوشنبه واتسلاو یلک را به حضور پذیرفت. در این باره امید خاور اطلاع می‌دهد. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل همکاری میان دو کشور در ساحه‌های مورد توجه تجلیل 30 سالگرد استقرار مناسبات‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و چخیه اینچنین شرکت در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی را بررسی نمودند. در دایره تجلیلی روز آموزگار سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده از مکتب تحصیلاتی عمومی رقم 42 واقع در ناحیه بستانلیک جمهوری ازبکستان که تحصیل در آن به زبان تاجیکست دیده نمود. اطلاع داده است امید خاور. عبدالجبار رحمانزاده در بنای مکتب با صنفخانه‌های انفرماتیکا زبان ادبیات و کتابخانه شناس شده با فعالان ناحیه مذکور آموزگاران طالب علمان و پدر و مادران ملاقات نمود. سفیر فوق‌العاده مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان ابراز نمود که توسعه و گسترش همکاری سودمند دو کشور دوست از اراده قوی سیاسی و مناسبات نزدیک و برادرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف سرچشمه میگیرد. ملاقات یکجایی سفیر جمهوری تاجیکستان در دولت کویت زوبیدالله زوبیدزاده و سفیر پادشاهی نیدرلند لورنس وستهوف با معاون وزیر کارهای خارجه دولت کویت اوید به مسائل بین‌المللی عبدالعزیز سعود آل جارالله دایر کردید. در این باره امید خاور اطلاع می‌دهد.
در ملاقات جانب ها مسئله برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به شرح فراگیری میانه مهلت هدف های 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار سال های 2018-2028 را که قرار است تحت رئیسی جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند در شهر نیویورک سنه‌های 22-24 مارس سال 2023 برگزار گردد بررسی نمودند. در کشوری صاحب استقلال با شکرگزاری از دولتداری نوین تاجیکان و فرهنگ و تمدن جهانی ما روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. ارج‌گذاری به مقام و منزلت زبان دولتی که پایه‌دار کاخ ملت و یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ملی می‌باشد، این احترام به گذشته پر افتخار ملت ما، ادبیات عالم‌شمول و میراث غنی خلق تاجیک می‌باشد. اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون قید می نمایند که ملت شرفمند تاجیک تاریخ و فرهنگ کم نظیر خود را با همین زبان انشا و به جهانیان معرفی کرده است. زبان تاجیک در شمول قدیمترین زبانهای خراسان و ماوراءالنهر میراثبری زبانهای باستانی آریایی است. علمان و دانشمندان سطح جهانی اعتراف کردند که در تاریخ تمدن بشر تاجیکان همچون خلق آریانشاد یکی از ملتهای قدیمترین و زبان مادری ما یعنی زبان تاجیک که از جمله زبان‌های باستانی سیاره به حساب می‌روند. زبان تاجیکی در طول موجودیت خود راه نهایت دشوار و مرکب را طی کرده، از امتحان‌های سخت تاریخ گذشته است. این رکن مهم مقدسات امروز در روند بنیاد دولت ملی نیز رسالت خود را چون زبان سیاست و قانون‌گذاری و کارگزاری و معاشرت ادامه داده شده است. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلالی به زبان همچون عنصر اولین و رکن بنیادی دولتداری توجه مخصوص ظاهر نمودند. قبول سندهای معیاری حقوقی ساحه، قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 وضع حقوقی و دایره استفاده زبان را معین کرده، دورنمای رشد آن را در زمان استقلال دولتی در شرایط دیگرگونی های بزرگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تنظیم می‌دارد. پیشوای معظم ملت دایر به مسئله به پایه زبان علم معاصر رسایندن زبان تاجیکی بارها تاکید کردند. از این رو هر یکی ما را ضرور است برای هم قدمی زمان شدن زبان دولتی و برپایه زبان علم رشد کردن آن کوشش به خرج دهیم. با این زبان آثار قافله سالار نظم ابو عبدالله رودکی، شاعران ابوالقاسم فردوسی، مولانا بلخی، سعدی و حافظ کمال خجندی آفریده شدند که باید افتخاری هر یک صاحب زبان باشد. در رابطه با این ما باید برای گرامی داشت زبان مادری منتظم سعی و تلاش نماییم. مقام زبان دولتی را در تمام ساحه‌های حیاتی جامعه بلند برداریم و زبان تاجیکی را مثل مادر و وطن خود دوست داریم. اطمینان کامل دارم که بزرگ داشته روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان جهت شناختی اصالت ملی، بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی و ارج‌گذاری به این رکن اساسی دولتداری ملی نقش بارز خواهد گذاشت. روز زبان دولتی مبارک باشد. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده. زبان دولتی یکی از رکن‌های اصلی دولتداری ملی است که شهستون بینای معنوی دولت را پا بر جا نگه داشته، معرفت و فرهنگ، اخلاق و آداب و بینش و افکار ملت را چون آینه در خود بازتاب می‌کند. ما خوب در خاطر داریم که نخستین قانون زبان جمهوری تاجیکستان 22 ایونی سال 1989 با تشبسی اهل زیوی کشور قبول گردید و زبان تاجیکی در جمهوری مقام دولتی را صاحب شد. در آن زمان تاجیکستان در هیئت دولتی ابرقدرت شوروی ارزی هستی میکرد و سیاست زبانی همه جمهوری های برادری توسط یک مرکز اداره و راه اندازی میشد. بیشک قانون زبانی که در تاجیکستان به خوشنودی زیاد قبول گردید یکی از قانون های اولین در حدود اتحاد شوروی بود. با برگزاری اجلاسی سرنوشت سازی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در سال 1992 که ما امسال 30 سالگی برگزاری آن را تجلیل میکنیم، حکومت جمهوری به حل مسائل زبانی پرداخت. نخستین اقدامی که جهت بزرگداشت زبان ملی با تشبسی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون گذاشته شد، تجلیل روز زبان شروع از سال 1994 در سراسر کشور محبوبمون بود. 5
اکتبر سال 2005 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با تغییر و اضافه های نو از طرف پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تصدیق گردید و در آن پیشنهاد و مقرراتی که در قانون پیشینه زبان نبود جایگاهی خاصه پیدا کرد. امروز زبان دولتی اساسی هویت و خودشناسی ملی ما به شمار آمده، برای هر فرد تاجیک عزیز و معتبر میباشد. مسلم است که تنها با وسیله زبان ملی میتوان حافظه تاریخی و فرهنگی ملت را پاس داشته، پیوندمون را با ادبیات و فرهنگ و علم و دانش در طول هزار ساله‌ها آفریده مردم برقرار کرد. اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی پرمحتوای خود در مراسم افتتاحی بنای نو تعلیمی دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده سنه 27 سپتامبر سال روان از جمله تاکید نمودند که به اعتباری یا به احترامی نسبت به زبان قطع ترین دلیلی نداشتن یا گم کردن حسی ملی می باشد و یکی از وظیفه های مهمترین جامعه تاجیکستان از خرد تا بزرگ روشن فکران و دانشمندان، اینچنین دستگاه دولتی و حکومتی حفظ کردن زبانی باستانی زیبا و شیوا و شیرین و شاعرانه تاجیکی تازه و ناب و بی‌آلایش به نسل‌های آینده رسانیدن آن است. جهت تطبیق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند کمیسیه تطبیق قانون زبان تأسیس داده شده است که در هیئت آن ادیبان، روزنامه‌نگاران، علمان و اهل زیای شهر شامل هستند و حجت گذاری تشکیلات و مؤسسه ها، کارخانه و اداره ها، مؤسسه های تعلیمی و طبی و نامگذاری مغازه و فروشگاهی شهر و دهات را مورد سنجش قرار داده، بهره عملا تطبیق نمودن طلبات قانون مذکور پوکو بگزند نگاه داشتن اصالت زبان مادری حمایت می‌گذارند. همه همدیاران گرامی را با روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مبارکباد گفته، برایشان موفقیت و کامیابی، آرامی و آسایشتگی و سعادت روزگار آرزومندم. مقام زبان مادری پاینده و جاوید بود. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده. در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. قبل از فرجام برنامه، هر یک شما همدیاران گرامی را با این سنه تاریخی ملت، روز زبان دولتی صمیمانه شاد باش میگوییم. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.